خب درس امروز رو شروع کنیم. بحث امروز رو، نه درس امروز رو، بحث امروز رو با اگه حرف بذاریم مرور کوتاه و بعد درباره درس امروز. مرورمون درباره چی بود؟ اگر یادتون باشه درباره دیکودر بود، یا دیکودر یا دیکودر هیچ فرقی نمی کنه. اون یا یش بذاریم یا نذاریم خیلی مهم نیست. دیکودر رو به خصوص در سیستم‌های کامپیوتری اگر یادتون باشه استفاده می‌کردیم برای تقسیم بندی حافظه، برای اینکه وقتی تعداد بیت زیادی داریم بدونیم که با کدوم قسمت، با کدوم آی سی حافظه سر و کار داریم و مستقیما بریم به سراغ اون آی سی. درباره 138 و 139 صحبت کردم، آی سی های دیگری هستن مثل 154، مثل 4514 اگر اشتباه نکنم. حالا اینا اعدادیه که 4514 یک آی سی سیموسه که اتفاقا خروجی هاش هم اکتیف های هست. یه وقت گفتم که تو سیموس ها اکتیف های هست، این اکتیف های هست. خصوصیتش چیه؟ یه آی سیه که در ورودی یه تعدادی بیت، N بیت در ورودی میپذیره و در خروجی دو به توان N خروجی داره. نمیتونم بگم بیت، دو تا سیگنال داره که واضحاً اینا مین ترم های ورودی هستن و از این مین ترم ها در این حال وقتی که خود آی سی انیبل باشه فقط یکی از اونا میتونه فعال باشه، چون مین ترم ها هستن دیگه. هر ترکیبی از ورودی باعث میشه که یکی از اونا در خروجی فعال باشه. یک نکته دیگه درباره این مرور که میخواستم بگم، ساخت توابع هست. اگر یک دکودری رو ببینید در اینجا N، من میسم دک یعنی این دکودره، در اینجا N ورودی داریم و در اینجا صفر تا خروجی دو به قوه N منهای یک، این همه سیگنال داریم در اینجا. اگر یه تابعی رو بخوام بسازیم توجه بکنید که کافیه یه گیت اور رو بگیریم با تعداد ورودی مورد نظر اینا رو وضع کنیم، در اینجا میتونیم یک تابع بسازیم. دقیقا فرض کنید که یه تابع رو به هر طریقی بخواید بیان بکنید، اون خونه های جدول کارنو رو در نظر بگیرید، هر کدوم از اینا یکی از اون خونه هاست، یا یک مین ترم چند شماره در نظر بگیرید، تابع رو به صورت جمع این مین ترم ها در نظر بگیرید، مین ترم مربوطه رو میگیریم و وضع میکنیم به یک گیت اور و به این طریق تابعمون رو میتونیم بسازیم. به عبارت دیگه این آی سی هایی که من صحبت میکنم راجع به دکودر و بعدیا، یه فلسفه بعدیشم ساخت یا تحقق توابعه که به این طریق بتونیم به دست بیاریم. ولی اینجا واضحا اگر یک تابع داشته باشیم خیلی مقرون به صرفه نیست که به خاطر یک تابع دکودر بگیریم که معلوم نیست چند تا ورودی و چقدر خروجی باید داشته باشه و یک گیت اوری که این همه ورودی داشته باشه، یا بالاخره یه ترکیبی از گیت های اور که بتونه این همه یه تعداد ورودی رو به خودش راه بده، این مین ترم ها رو. بعضی وقتا ممکنه چندین تابع داشته باشیم
که به خاطر همه اونا از یک دکودر، یا منظورم از یک دکودر یعنی ترکیبی از دکودرها که باز هم یک دکودر رو به ما میدن استفاده بکنیم، شاید اون باز بهتر باشه، کمتر غیر صرفه‌جویانه باشه. در هر صورت به این طریق هم از دکودر میتونیم استفاده کنیم، اینو خوب یادتون هست. بحث دیگری راجع به دکودر نیست و اجازه بدید این بحث رو، این مرور رو من در اینجا تموم بکنم. بحث امروز در درجه اول، امروز میخوام درباره انکودر اول صحبت کنم. انکودر یه چیزیه، عکس دکودر، که بعداً مفصل‌تر دربارش صحبت می‌کنم. بعد از انکودر درباره مالتیپلکسر می‌خوام صحبت بکنم. مالتیپلکسرها هم خیلی موارد استفاده دارن که بعد ملاحظه خواهید کرد. مالتیپلکسرها هم باز خودشون یک مورد استفاده‌ای برای تحقق توابع دارن. توابع رو میتونیم با استفاده از مالتیپلکسرها به وجود بیاریم، تابع رو درستش بکنیم. و بعد ترکیب مالتیپلکسرها، ملاحظه میکنید که قابلیت انعطاف تو این آی سی هایی که از همون اول من بحث میکردم، یک قابلیت انعطاف همیشه دنبالش هستیم که بتونیم اینو گسترشش بدیم. حالا اینجا هم ترکیب مالتیپلکسرها، به عبارت دیگه ادامه من ننوشتم، به منظور به دست آوردن مالتیپلکسر بزرگتر اینا رو با هم ترکیب بکنیم. درباره این بحث خواهیم کرد و نهایتاً درباره دی مالتی پلکسر که فرم تکمیلیش رو خواهد داشت. من فکر میکنم بحث امروز، جلسه امروز اینا رو پر بکنه. اگر فرصت بعدی بود راجع به رید اونلی مموری میتونیم صحبت بکنیم، وگرنه امروز فعلا به همین طریق تموم بکنیم. بریم به سراغ انکودر. دیکودر رو ملاحظه کردید که یک ترکیبی از بیت ها در ورودی هستن، ان بیت، و در اینجا از 0 تا 2 به قوه ان منهای 1 خروجی داریم. حالا انکودر چیه؟ به عکس اینه. فرض کنید که به عنوان مثال شما چند تا کلید شستی داشته باشید و این شستی ها رو به صورت جدول باشه، به صورت مربعی باشه، 4x4 مثلا شما یک کدوم فشار بدید، 4x4 یعنی 16، و یک کدوم فشار بدید، دوست دارید که یه آی سی باشه که این شستی ها بهش وصل بشن و در خروجی آی سی به جای 16 بیت 4 بیت بیاد بیرون. به عبارت دیگه آدرس اون شستی که شما فشار دادید باشه. حالا فرض کنید به عنوان نمونه من یه دونه فقط 4x2 در نظر بگیرم، اینجا بذارم Y، اینجا بذارم I0، I1، I2، I3 و در اینجا S0 و S1، اینا که کنترل ها هستن، بیت های کنترل. چیزی که در اینجا مشخصه و مسلمه اینه که بیت های کنترل اگر 0 و 0 باشن، من به این طریق بنویسم S1 S0 و Y،
اگر صفر صفر باشن وای برابر آی صفره، این بیته که به این طریق میاد. اگر صفر یک باشه برابر آی یک، اگر یک صفر باشه برابر آی دو، و اگر یک یک باشه برابر آی سه. ببخشید، این در واقع مولتیپلکسره. من این یک دی مولتیپلکسره که به دی ماکس نشون میدیم و من اشتباه کردم، خود مالتیپلکسره. استفاده از مالتیپلکسر، مالتیپلکسر آنالوگ رو شما در نظر بگیرید. فرض کنید که ما چند تا تلفن داریم، اینجا یک تلفن، اینجا یک تلفن، اینجا یک تلفن، اینجا یک تلفن، و اینجا هم به همین طریق یک تلفن، یک تلفن، یک تلفن و یک تلفن. ببینید، یه وضعیتی رو در نظر بگیرید که فرض کنید که این به این طریق داره میچرخه، اینم به این طریق داره میچرخه. در یک لحظه صفر این تلفن اولی به این تلفن اولی وصله، تلفن دومی به تلفن دومی وصله، سومی به سومی و چهارمی به چهارمی. برای یه لحظه کوتاه فرض کنید که مثلا به مدت نیم میلی ثانیه، نیم میلی ثانیه، نیم نیم نیم، به عبارت دیگه در طول دو میلی ثانیه دوباره اینا وصل میشن. مرتب اینا با فلسفه سمپلینگ ریت به هم دیگه وصل میشن، و اگر در اینجا خازنی بذاریم که این فرکانس رو، قطع و وصل رو بتونه بگیره، این چهار نفر در اینجا و چهار نفر در اونجا به راحتی و به خوبی میتونن با هم صحبت بکنن. لازم نیست اتصال ها دائم باشه، و این یکی از مبناهای این که ما یک مالتیپلکسر رو درست بکنیم و راه بندازیم. حالا اینجا رو که من خطچین گذاشتم، معمولا فرض کنید که این در تهران باشه، اون در شیراز باشه، یعنی اینقدر فاصله داشته باشه، و به جای اینکه ما چهار تا سیم یا چهار کانال فرستنده بین تهران و شیراز در نظر بگیریم، فقط یه دونه باشه و اینا به صورت مالتیپلکسینگ کار بکنن. این یه نوع آنالوگشه برای توجیه اینی که مالتیپلکسر چی هست و چجوری استفاده میشه. حالا ما نوع دیجیتالش رو اگه در نظر بگیرید، وقتی که فرض کنید که به این طریق فقط دیتا میره، آنالوگ هم نباشه، دیجیتال باشه و به این طریق داره میره، این میشه مالتیپلکسر که با MUX نشون میدن، و این میشه دی مالتیپلکسر که DMUX نشون میدن. اگر در یک جهت باشه، دیجیتال به همون طریقه. پس یک مالتیپلکسر، ملاحظه بکنید که به جای این که از نظر مکانیکی من اینجا نشون دادم که چیزی داره میچرخه و نوبت اینا میرسه، به صورت دیجیتال کنترل میشه. اول S1 S0
برابر 0-0 میشه، این وارد این خط میشه، بعد این، بعد این، بعد این، همینجور پشت سر هم و اتصال ها برقرار میشه. اون طرف دیگه هم یه دی مالتیپلکسر داریم. پس مالتیپلکسر از نظر این که چه منبعی وصل بشه به کجا خیلی خیلی مهمه. شما بعداً رجیسترهای ملاحظه خواهید کرد، چند تا فرض کنی که هر کدوم اینا از اینا من 8 تا درست بکنم پس میشه 8 آی صفر، در واقع دو تا اندیس بذارم، آی صفر صفر، آی صفر یک، آی صفر دو، آی صفر سه، میشه 8 تا، مثل یک رجیستر 8 بیتی که از اینجا میاد و وصل بشه به یه رجیستر خاص. حالا این رجیستر شماره یک وصل بشه یا محتواش بره به اون رجیستر مقصد یا رجیستر شماره دو یا رجیستر شماره سه یا رجیستر شماره چهار، اینا همش میتونه بستگی به کنترلی که ما داریم در اینجا، این کنترل رو هم واضحاً به تمام 8 صفحه اینجا اعمال میکنیم درست به طور مساوی، همین کنترل رو اینجوری اعمال میکنیم به خاطر اینکه اون رجیستر هم در مقصد ماست و یکی یکی این بیت وارده این بیت مربوطه میشه، بیت بعدی همینجور تا آخر. و مصارف بعدی که ملاحظه خواهید کرد، چجوری ما اینو میتونیم بسازیم؟ ببینید من نمیخوام خیلی تو جزئیاتش در حد گیت برم، ولی اجازه بدید که اول بیام و از یک دیکودر استفاده بکنم. اول یک دیکودر فرض کنید مثل 139 که در اینجا دو تا داریم، مثلا دو تا خط بکشم اسمشو بذارم اینجا، اصلا میذارم S1 و S0، اینجا دکودره، اینجا میشه شماره 0، این شماره 1، این شماره 2 و این هم شماره 3، یک دکودره. حالا میخوام از این استفاده کنم که یک مولتیپلکسر بسازم. ببینید این دکودر رو اگر ننوشتم 139، چون 139 مجبورم خیلی واقع بین واقع گرا باشم و اون اکتیو لوه، برای این یه مقداری ایده رو میخوام منتقل بکنم، اجازه بدید اینا همه رو اکتیو های در نظر بگیریم. اینجا یه گیت اند، اینو بیاریم اینجا و در اینجا یک ورودی به نام آی صفر در نظر بگیریم، اینجا یه گیت اند دیگه است، اینو بیاریم اینجا، اینو آی یک در نظر بگیریم، اینجا یه گیت اند دیگه است، اینجا میشه آی دو و بالاخره یه گیت اند چهارمی و اینجا آی سه. حالا من یک اور در اینجا میذارم و همه این اندها رو به این اور وصل میکنم، این چیزی که به دست میاد این در واقع یک مالتیپلکسره. اجازه بدید کنترل هاش رو هم مثل اینجا که از زیر آوردم به این طریق بذارم، پس این میشه S0، این هم میشه S1.
ببینید اون چه که در داخل این جعبه سبز هست دقیقاً کاریه که این میکنه. چطور؟ ببینید S0 و S1 اگر 0-0 باشن، تنها خروجی این دیکودر که اکتیوه، خروجی اولیه، خروجی این بالاست، و تنها گیت اندی که میتونه فعال باشه اینه، چون یک این ورودیش برابر یکه. این که فعال باشه یعنی I0 میاد به این خروجی، این خروجی برابر I0 خواهد بود، چون اینجا یکه. و این OR گیت، این سیگنال های اینجا هر سه برابر صفرن، فقط این برابر I0. حالا یه صفر، I0 برابر صفر، این صفره. اگه I0 برابر یکه، این یکه. و این فقط میتونه منتقل بشه. پس ملاحظه میکنید که این خروجی برابر I0 خواهد بود. چرا؟ به خاطر اینکه S1 صفر برابر صفر صفره و این فعاله، این سیگنال. همینجور میتونه این فعال باشه، این فعال باشه، این فعال باشه. هر کدوم اینا یه گیت اند مربوطه ای دارن. اگر این سیگنال اینا برابر یک باشه، این سیگنال فعاله، این گیت اند فعاله و این I1 هم از اند میگذره و هم از اور و خروجی برابر I1 خواهد بود. و همینجور تا آخر. یعنی در واقع یک مالتیپلکسر رو از یک دکودر می سازن. حالا اگه دقیق ترش رو بخواید، برای اینکه وقت شما رو من زیاد نگیرم، ملاحظه می کنید که اینجا یه اند گذاشتم، نمیان یه دکودر بذارن و یه اند اضافی درش بذارن. یادتون هست که خود این دکودر که دو تا ورودی داره، اون یه اند دو ورودیه در اینجا استفاده شده. کافیه اون اند خروجی اینجا رو که این سیگنال میده بشه یه اند سه ورودی، که این سیگنال رو هم با این ترکیب اینا اند بکنه و بعد مجموع این اندها رو بیارن با یک اور ترکیب بکنن برای خروجی بدن بیرون. پس به این طریق یک دکودر میتونیم استفاده کنیم که یک مالتیپلکسر باش بسازیم. بریم درباره یه ترکیب هم صحبت کنیم. اول ترکیب رو بگم، بعد تحقق توابع شاید برامون راحت تر باشه دیگه. اینجا رو اجازه بدید من پاک کنم. یه مالتیپلکسر نمونه در اینجا گذاشتم به خاطر اینکه یک مالتیپلکسر مفصلتر بخوام از یک مالتیپلکسر کوچکتر بسازم چه میتونم بکنم. فرض کنید که مالتیپلکسرم مثل خود دیکودر، وقتی که یک مالتیپلکسر بزرگتر میخوام بسازم، میام چند تا مالتیپلکسر کوچکتر رو با هم دیگه میذارم. الان در اینجا یه مالتیپلکسر 4:1 داریم، بازن این همیشه خروجی که باید یک باشه. 4 هم که در اینجا میگم یعنی بازن دو تا بیت کنترل باید داشته باشه، 4:1. این 4:1 رو میخوام با استفاده از یه دونه 4:1، یه دونه ترکیب دو سری از اینا بسازیم. به عبارت دیگه کنترلاش به جای 2 بیت بشه 4 بیت، میشه 16:1. در اینکه 16 تا ورودی داشته باشیم و یه دونه خروجی، خب واضحاً اینجا میشه I0، این آخریشو بذارم میشه I3،
اینجا میشه آی 4، این دوتای وسط رو اجازه بدید من نذارم دیگه، اینجا 5 و 6 و اینجا آی 7، اینجا آی 8، 9، 10، اینجا میشه آی 11، این یکی میشه آی 12، 13، 14 و بالاخره این میشه آی 15. اینا 16 تا ورودی هن که باید استفاده بکنیم. اینا هر کدوم به این طریق هن که میتونن ورودی یکی مثل خود همین باشن. این هم خروجی ما. حالا ببینید این دو بیت کنترل داره، ما در واقع اسمون شامل S0، S1، S2 و S3. این دو بیت کنترل اینجا رو باید کدوم S ها رو بذاریم؟ این داره تصمیم میگیره که ورودی های 1 تا 0 رو انتخاب بکنیم، یا این گروه یا این گروه یا این گروه. به عبارت دیگه بیت هایی که میذاریم باید بیت MSB مون باشن دیگه. به عبارت دیگه اینجا S3 و S2 رو باید بذاریم و به تمام اینا S1 و S0. ببینید ملاحظه بکنید که این دو بیت تصمیم میگیرن که گروه ما 0 تا 3، اگه این دو بیت 0 1 باشن میشه گروه بعدی 1 0 باشن گروه بعدی و 1 1 باشن گروه بعدی، نمیگم ورودی های بعدی. این دوتان که تصمیم میگیرن کدوم ورودی باشه، در نتیجه مشخصه که باید MSB به اینجا وصل باشه و به این طریق یه ترکیبی از این مالتیپلکسرها میتونه یه مالتیپلکسر بزرگتری به وجود بیاره. خب این چون ایده ساده تری بود و باید پشت سر این میگفتم، حالا اجازه اینو نوشتن، اونایی که میخواستن میتونم پاک کنم. حالا با اجازه شما بریم و درباره تحقق توابع صحبت بکنیم. این من چند تا تابع جداگونه کار کردم، اجازه بدید اینو از روی کاغذ خودم در بیارم. درباره تحقق توابع یه مالتیپلکسر ساده 4:1 هم در نظر بگیرید، با این چجوری میتونیم یه تابع به وجود بیاریم. تابع اول متغیرش رو کم میگیرم، دو متغیری، بعد میریم ستایی چهارتایی همینجور ادامه میدیم ببینیم چجوری میتونیم کارمون رو جلو ببریم. پس اول ببینید یک مالتیپلکسر داریم، من اینجا داخل می‌نویسم I0، I1، I2 و I3، این هم خروجی ما، اینجا هم S1 و S0. اگر تابعی داشته باشیم F مساوی با A exclusive or B، از دو تا متغیر یه همچی تابعی فقط میشه تعیین کرد، تعریف کرد. حالا اون نباشه، اند باشه یا به هر طریقی که فکر بکنید،
به عنوان مثال چجوری با این میتونیم یه همچین تابعی به وجود بیاریم؟ اولا آ و ب رو بدیم به اس بالاتر و آ رو بدیم به اینجا. اگر هر دوی اینا صفر باشن جواب این تابع چیه؟ چی باید باشه؟ باید صفر باشه. از طرف دیگه هر دوی اینا صفر باشن این ورودی میاد به خروجی ما، پس این رو وصل میکنیم به صفر. اگر یک کدوم اینا یک باشن، کجا یک کدوم یکه؟ یا روی یک یا روی دو، هر دوی اینا باید یک باشن، وصلش میکنم به یک. و اگر هر دوشون یک باشن باز باید وصلش کنم به صفر. این میشه تابع آ اکسکلوزیو اور ب، یه تابع خیلی ساده، تابع دو متغیری. حالا تعداد متغیرها رو فرض کنی که یکی اضافه بکنیم، این خیلی ساده بود دیگه، یه سری ورودی ها رو صفر و یک میکنیم و اینجا متغیرهای ماست، تابع هم در خروجی پیدا میشه. یک تابع سه متغیری، اجازه اینجا رو دیگه پاک کنم، تابع ما اگر سه متغیری باشه چه بکنیم؟ اینجا رو من F1 بذارم که F ها رو تغییر بدیم، F2 مساوی با یک تابع سه متغیری. فکر کردم چون آشنا هستیم با کری در یک ادر، اون رو بنویسم، میشه AB or AC or BC. اگر این تابع رو بخوام با این در بیاریم، کم کم اگر چند تا تمرین حل بکنیم همین جوری هم شاید راحت تر بتونیم، ولی اجازه بدید ابتدای کار با استفاده از جدول کارنو این کار رو بکنیم، بهتر خواهد بود. در اینجا سی و بی رو بذاریم، در اینجا ای رو صفر یک صفر 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 یک 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 صفر. خب این تابع کریه دیگه، کری یادتون از کجاها یک بود؟ در واقع هر جایی که دو تا یا بیشتر یک داشته باشیم. تو اینجا آ که صفره، تنها تو این دوتا، تو این ستون دوتا داریم، تو این قسمت که این یکه اینجا دوتا صفر داریم، اینجا یه دانه یک داریم، اینجا دوتا یک داریم، اینجا هم یه دانه یک داریم، این یه همچین تابعی میشه. خب پس ورودیمون رو در نظر بگیرید، فرض کنید که سی و بی رو من در اینجا بذارم، سی و بی، مطمئنم الان تو ذهن کنجکاو شما پیش میاد که اگر ای و بی رو اینجا بذاریم، اگر بی و چی رو بذاریم چطور میشه؟ نه همیشه هست و این خودش یه بحث مفصلتر بعدیه که دربارش باید فکر کنیم. فرض کنید سی و بی رو در اینجا میذاریم، اینها رو حالا برابر چی قرار بدیم؟ خود این آی صفر باید چی رو درست بکنه؟ این در صورتی این میاد خروجی ما برابر این اف دوی ما
برابر این ورودی خواهد شد که سی و بی برابر صفر باشن. به عبارت دیگه این ستون دیگه حالا یک جا نیست، یک ستونه، این به این طریق این ستون صفره، پس اینجا رو صفرش میزنیم. آ1 چی خواهد بود؟ این ستون، این ستون یعنی چی؟ این ستون وقتی آ صفره برابر صفره، وقتی آ1 برابر 1ه، پس مستقیما خود آ میشه، آ به اینجا وصل میشه. در این ستون چی باید باشه؟ 1ه، همیشه 1ه، اصلا تابع آ نیست. پس این ستون سومی که این باشه، یادتون باشه که این نظم اینا با نظم این یک کمی با هم فرق داره، اینا رو 1-2-3 می نویسیم و در حالی که اینجا 1-3-2 هست، این یکی برابر 1 میشه و این آخری هم برابر آ میشه، درسته؟ این هم برابر آست. پس با این مالتیپلکسر یک تابع سه متغیری به این طریق تونستیم درست بکنیم. بلند تر لطفاً بگید. اینجا جز این کنترل ها نه فرق نمی کنه، فرق نمی کنه، فقط ببینید اگر آب رو شما بذارید با این جدول یه مقداری مشکلتر خواهد بود که در بیارید چجوری باشه. در اون صورت من توصیه میکنم که آب رو به این طریق بذارید و سی رو در اینجا بذارید که ستون به ستون بتونید، برای اینکه ببینید این ستون رو ارزشیابی میکنید صفره، این ستون ارزشیابی برابر آس، این ستون ارزشیابی همیشه برابر یکه و همینجور تا آخر، وگرنه فرق نمی کنه. و این بحث مفصلتره در این وضعیت بعدی که الان میخوام براتون بگم. حالا اجازه بدید باز من همین رو پاک کنم و چهار متغیری در نظر بگیریم. اگر تابع ما تابع چهار متغیری باشه، به عنوان یک نمونه تابع چهار متغیری یک تابع 7 سگمنت در نظر گرفتم که دونکر فعلا نداریم، اینجا دونکر نذاشتم، 7 سگمنتی که به ازای هر ترکیب ورودیش یه چیزی روشن میشه. خب واضحا هکس باید روشن بشه دیگه، هکس روشن بشه. اجازه بدید من یک 7 سگمنت در اینجا بکشم، اینجا سگمنت A هست، اینجا B C D E F و G. وقتی که بخوایم به صورت هکس عددی رو یعنی روی 7 سگمنت نشون بدیم، 0 تا 9ش که همونه، فقط دقت بکنید که 6 رو به این طریق نشون میدن، 9 رو به این فرم، آ رو در واقع مثل 8 که این سگمنت اینجا نیست، بی به صورت بی کوچک بی، و 6 رو به خاطر اون 6 به این طریق کردن که با این اشتباه نشه. سی میشه به این طریق، ای که خب هیچ مشکلی نداره، و اف هم مثل همون. پس به این طریق گذاشتم که فعلا دونکر مجبور نباشیم در نظر بگیریم. خب
حالا یه سگمنتی رو که من در نظر گرفتم سگمنت ایه. اف ای رو شما فرض کنید که بخوایم در نظر بگیریم که محاسبه بکنیم. ورودیامون دی سی بی ای سف 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 یک 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 سفر. خب یک یکی بریم و مقدار سفر و یک اف ای رو برای خودمون بذاریم اینجا. اینو بردارم. اف ای برای صفر روشنه، درسته؟ برای ای وقتی صفر میخوام نشون بدیم ای روشنه، برای یک روشن نیست، برای دو روشنه. مثل اینکه قلم من فعلا باید استراحت کنه. برای یک روشنه، برای صفر روشنه، برای دو روشنه، برای سه روشن نیست، برای چهار روشن نیست، برای پنج روشن نیست، برای شش روشنه، برای هفت روشن نیست، برای هشت که همشون روشنن، برای نه روشن نیست، برای آ بذارید، برای بی روشنه، برای سی روشنه، برای دی من دی رو نذاشتم اینجا، ای بی سی دی، این دیه، برای دی روشنه. اینجا چی بود؟ اینجا بود ای، اینجا 12 است یعنی سیه، اینجا دیه، برای دی روشنه، برای ای روشنه، برای اف هم روشنه. این تابعه رو داریم. خب این هم، پس اجازه بدید دیگه اون جدول رو که گذاشتم اینا رو دیگه من پاک کنم که یک کمی فضا اینجا برام بیشتر باز باشه. خب اول مثل همون فرم قبلی اجازه بدید که من دی و سی رو در اینجا بذارم. حالا ببینید این چهار تا ورودی در واقع این ستون‌ها رو باید تحقق بهش بدن. اون چهار تا ورودی، ورودی اولی این ستونه، این ستون چه تابعی است؟ دی و سی که مشخص شده که هر دو برابر صفرن، پس این تابعی است از ای و بی. میشه اگر یه همچه چیزی داشتین، اگر همچه چیزی داشتید این دوتا رو به هم میتونستید وصل بکنید و چی به دست بیاد؟ آبار، درسته؟ قبول دارید که آباره؟ اینجا آبار با بی باره، اینجا آبار با بیه، ولی تابعی طبق ساده کردن های جدول کارنو اگر شما این رو به این طریق با این به این طریق بخواید به هم ادغام بکنید چی به دست میاد؟ میشه آبار، ببخشید آبار،
آبار، آبار ساده. پس اینو ورش می‌داریم و تو ذهن خودمون آبار رو می‌سازیم. پس اینجا شد آبار. این اولی شد آبار. دومی چیه؟ این تابه در این ستون، این شد آبار ب. آبار اند ب. ستون سوم برابر یکه، همیشه یکه. پس تابعش برابر یکه، وصل میکنم به یک. و ستون آخر بله متشکر، اشتباهی که به شما میگفتم الان خودم اشتباه کردم. بله بله آخریه. و این ستون که مربوط به شماره دو باشه برابر چیه؟ درست جدول کارنو رو در نظر بگیرید، این دوتا رو با هم بگیریم، این دوتا میشه بی، این دوتا میشه آبار، آبار اور بی، آبار اور بی. اینم به اینجا وصله. این الان تابع اف ای رو برای ما درست کرده. خب تو اینجا جا داره که دیگه درباره اون موضوع دیگه بحث بکنیم که چرا اومدیم یه دفعه دی و سی رو اینجا گرفتیم و بعد بقیه رو گذاشتیم به اونجا. یه راه دیگه که با همین جدول و همین وضعیت میتونیم ببینیم چجوریه، اینو دیگه من پاک بکنم، نه بذارید اینو پاک نکنم برای اینکه شاید مقایسه ای هم بتونه به دست بیاد. این این همون، اینجا S0، اینجا S1، I0، آی یک، آی دو و آی سه. این هم خروجی ما. حالا بر اساس همین جدول و به همین راحتی میتونیم بی ای رو در اینجا قرار بدیم. ببینید من دی سی رو اینجا گذاشتم، ای و بی رو تو اینجا استفاده کردم، حالا میخوام ای و بی رو در اینجا بذارم. حالا در آی صفر چی باید بذارم؟ آی صفر در واقع اونجا ستون نگاه میکردیم، اینجا ردیفه، فرق نمی کنه. وقتی که بی ای برابر صفر صفر بود، این ردیف رو ما باید تحقق بینیم. اون ردیف برابر چیه؟ بی بار اور نه سی بار اور دی. بله سی بار اور دی میاد بر اینجا. ردیف بعدی سی دی، هر دوشون باید باشن، سی دی سی اندی. ردیف بعدی دی و بعدی یک، بازم جا به جا، اینجا یکه و اینجا دی. متشکر. خب معمولا وقتی که یک تابع رو میخوایم درست بکنیم و هر فرمی که میخوایم درست بکنیم، اون بهینه سازی اپتیمیزیشنی که به کار میبریم و بازن اونی که بهتره استفاده میکنیم. الان فکر میکنید این بهتر یا اون؟ باید مقایسهش بکنیم. تو اینجا الان اینجا یه گیت، فرض کنید که متغیرهامون سینگل ریل باشن، به عبارت دیگه یک متغیر که داریم ناتش رو نداریم، خودمون باید بسازیم.
در اینجا میشه یک گیت و یک گیت دیگه، میشه دو گیت، سه گیت. سه تا گیت در اینجا لازم داریم، در اینجا تعداد گیت بیشتر. یک گیت در اینجا لازم داریم، خب در اینجا هم یک گیت، این آبار رو که داریم، یک گیت دیگه ان، در اینجا باز آبار رو داریم، در اینجا اور، در اینجا میشه سه گیت. فعلا تو اینجا مساوی هم. همین ایده رو اگر ادامه بدیم و بخوام واقعا دنبال بهینه واقعی بریم، آیا فقط همین دوتا انتخاب رو داشتیم؟ ما میتونیم در اینجا ببینید آب رو در کنار سده گذاشتیم، میتونیم آسه رو در کنار بده بذاریم و میتونیم آده رو در کنار به سه بذاریم. پس سه تا انتخاب داریم برای به وجود آوردن جدول کارنومون، و هر جدول کارنو دو بار میتونیم به اون طریق در نظر بگیریم، از طریق ستونها، در نظر گرفتن ستونها که این دو متغیر رو اگر رو کنترل بذاریم، مثل اینکه ستونها رو داریم در نظر میگیریم، و اگر این دو متغیر رو بذاریم به عنوان کنترل، ردیفها رو داریم درست میکنیم. پس شش نحوه، شش فرم نگاه کردن به این قضیه هست، و اغلب خیلی وقتا باید همه این شش فرم رو نگاه بکنیم و ببینیم کدومی که به نفع ماست. در اینجا گیت های مختلف داریم، یک به عنوان جمله معترضه که خیلی هم شاید لازم نباشه شما به اون فکر باشید، ولی اگر سازنده ای باشید ممکنه بگن که سه تا گیتی که یکیش اور باشه یکیش اند، ارجح هست بر سه تا گیتی که مثلا سه تاش اند باشه، به خاطر اینکه معمولا در یه محلی یه جایی درست میکنیم که از این گیت برای ما بیشتر مونده، خب از همونایی که مونده استفاده بکنیم، از اونا مصرف بکنیم. ولی دیگه اینا چیزای جانبیه، شما فعلا به خود گیت ها و تعداد گیت ها توجه بکنید و در نظر بگیرید. نکته اینه که ملاحظه میکنید که به 6 فرم مختلف ما تابع رو میتونیم درست بکنیم، و واضحا بهترینش باید پیدا بشه، بهترینش رو بتونیم پیدا بکنیم. بریم درباره دی مالتیپلکسر صحبت بکنیم. دی مالتیپلکسر دقیقا عکس مالتیپلکسر، همون جور که در اون بحث اولیه گفتم، این رو عوضش بکنیم. باز هم اینجا یه S1 داریم و یک S0، در اینجا یه دونه ورودی داریم، اینجا بذاریم Y0 Y1 Y2 و Y3، اینجا هم I، I به معنی ورودی. این رو بخوایم درست بکنیم، ببینید به طور خیلی ساده میتونم بنویسم Y0 مساوی با S1 بار and S0 بار and I. اینو که قبول دارید، این دیگه چیز خاصی نیست، لازم نیستی به سراغ جدول بریم. هرگاه این دوتا صفر باشند Y صفر برابر I میشه، و همینجور Y
یک مساوی با S1 بار and S0 and I Y2 مساوی با S1 and S0 بار and I و بالاخره Y3 مساوی با S1 and S0 and I. این خروجی ها به همین سادگی این میتونه ساخته بشه، درست بشه. این جاییه که محتوای یک رجیستر، در اینجا یک بیته که یک رجیستر N تا از اینا، به طور خیلی سادهش بگم 8 تا از اینا باشه، 8 صفحه مختلف در اینجا که اینا رو بخوام به جاهای مختلف بفرستیم. خیلی وقتا در داخل یک سی پی یو یک کامپیوتر شما داشتید میخواهید که محتوای یه رجیستری رو به چند باس مختلف بفرستید یا به چند رجیستر مختلف به جای مختلف یا در داخل ALU Arithmetic Logic Unit که ممکنه یه مالتیپلکسر یا دی مالتیپلکسر لازم باشه که دیتا رو روانه به سمت جایی که خودتون میخواید بخواید بکنید. در اون صورت از مالتیپلکسر یا دی مالتیپلکسر استفاده میکنید. نکته دیگری درباره مالتیپلکسر و دی مالتیپلکسر نیست. خوشبختانه فرصت هست، میتونیم درباره read only memory هم صحبت بکنیم. رام یا حافظه فقط خواندنی. بله انکودر رو چرا؟ ما هم باید بگیم این کدر رو نوشتم، فکر کردم گفتم این کدر رو سریع تر بگم. این کدر رو گفتم به عکس دیکودر، در واقع ببینید وقتی که چند تا آی صفر آی دو به قوه ان منهای یک و ان خروجی دارید، یک آی سیه که همونجوری که گفتم چندین شستی دارید که هر شستی که فشار میدید یکی از اینا رو میتونید فعال بکنید و هر کدام از اینا که فعال بشن آدرسش یا ان بیت مربوطه در خروجی پیدا میشه. این بیت های مربوطه فرض کنید که اگر تعداد اینا 4 تا باشه، در اینجا میشه 2 بیت، برای اینکه ساده تر و سریع تر من بخوام انجام بدم، آی صفر، آی یک، آی دو و آی سه وای یک و وای صفر، یکی از اینا فشار داده بشه، یک، صفر، 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 در اینجا ما باید صفر صفر داشته باشیم. البته همیشه این سوال براتون پیش میاد که اگه هیچی فشار داده نشده اینجا چیه؟ اونجا یه بیت دیگری به نام بیت کنترل وجود خواهد داشت که فعلا اجازه بدید درباره اون خیلی بحث نکنیم، صحبت نکنیم. اگر یک کدوم دیگه این فشار داده بشه، در اینجا ما باید صفر یک داشته باشیم. اگر این فشار داده بشه
باید یک صفر داشته باشیم و اگر آخری باشه باید یک یک داشته باشیم. درسته؟ خب پس به طور ساده میتونید بنویسید که وای صفر مساوی با آ1. ببینید تو اینجا فقط یکی، فرض ما اینه که فقط یکی فشار داده شده در اینجا، در هر ردیف یه دونه یک داریم. پس اگر آ1 فشار داده بشه وای صفر داریم و اگر آ3 فشار داده بشه به عبارت دیگه آ‌های فرد اور آ3 Y1 مساوی با Y1 این دوتاست، I2 و I3، I2 or I3. اینجا که مشکلی سوالی نیست. حالا که این بحث رو شروع کردم اجازه بدید پس درباره این نکته بعدی هم بگم که انکودر یکی دیگم انکودر با تقدم هم مطرحه. انکودر با تقدم چیه؟ اگر چند تا دگمه حالا اشتباهاً یا عمدن به هر طریقی فشار داده بشه تقدم رو به یه طریقی در نظر بگیریم. به عبارت دیگه فرض کنید که تقدم در اینجا با اندیس کمتر باشه، اگر آ1 و آ2 فشار داده بشه، آ1 آ0 و آ1 فشار داده بشه آ1 رو بگیریم، یا به عکسش میتونه باشه. اگر تقدم به این طرف باشه یعنی این دوتا رو فشار بدیم فقط آ3 رو در نظر بگیریم. هر کدوم هست سمت راستمون رو اصلا نبینیم، در نظر نگیریم. خب این در واقع این جدول ما چجوری تغییر میکنه؟ پس فرض کنید که من حالا بنویسم برای اینکه مشخص باشه، تقدم اینجا رو ببینیم، تقدم بالا، تقدم بالا و اینجا تقدم پایین، به این طریق باشه تقدم های ما. از پایین میام بالا، اگر اینو فشار بدم و اینو فشار بدم یا ندم باید این نتیجه رو بگیرم. پس به جای این صفرها در اینجا میذارم دونکر دیگه، درسته؟ اینجا میشه دونکر 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 و همینجور هر جا یک دارم سمت راستمون میشه دونکر و اینجا هم میشه یک دونکر. خب با این طریق باید بنویسم وای صفر مساوی با آی سه اور آی یک اند آی دو بار. اینجا رو بهش توجه بکنید، این وای صفره که در اینجا باید یک باشه و در اینجا اگر این صفر باشه، چون اگر این یک باشه این برنده خواهد بود. این میتونه یک باشه ولی این حتما باید صفر باشه و به همین طریق
Y1 مساوی با I3 or I2. برای این که در واقع اینجا باید بنویسیم I3 or I2 I3 بار. ببینید اینو با یه رنگ دیگری بنویسم، با این فلسفه بالا باید بنویسم I3 بار، درسته؟ I2 وقتی که I3 نیست. ولی قواعد جبربول چی میگه؟ میگه لزومی نداره نوشتن این، چون I3 or I3 بار I2، در نتیجه اینو میتونیم پاکش بکنیم، میشه I3 or I2. این انکودر با تقدمه که شرحشو دادم، حالا یعنی اشاره کردم ولی شرحشو حالا بدم. خب بریم سریع در وقت نسبتاً کمی که داریم درباره read only memory صحبت بکنیم. read only memory در واقع یک مجموعه توابعی است از مجموعه متغیر. فرض کنید که این باشه یک read only memory، یک رام. n بیت در اینجا به عنوان آدرس واردش میشن. به عبارت دیگه این حافظه دارای 2 به قوه n واحد اطلاعاتیه. 2 به قوه n تا. معمولا read only memory رو به صورت بایت 8 بیت می سازن. به عبارت دیگه در اینجا 8 بیت داریم این 8 بیت هر آدرسی رو که بدیم 8 بیت در اینجا به ما داده میشه. حالا چرا مموری بهش میگیم؟ این مجموعه تابعه. از این نظر مموری بهش میگن که میتونه در داخل یک کامپیوتر استفاده بشه و جاهایی که لازم نیست ما مرتب توش بنویسیم و بخونیم، یا به عبارت دیگه جاهایی که کامپیوتر ما یه سری کارهای روتینش رو بخواد انجام بده، یک read only memory میذارن. چون کامپیوتر اول یه آدرسی میده، معمولا کامپیوترهای اینتل که با آدرس 0 شروع میشن وقتی ریستشون میکنیم، یه مجموعه یه 8 بیت یه بایت میده. این بایت رو CPU کامپیوتر به عنوان یه دستورالعمل میگیره اجرا میکنه. بایت بعدی مرتب تمام اینا رو به صورت دستورالعمل اجرا میکنه. همینجور که ملاحظه کردید وقتی کامپیوترتون رو روشن میکنید که فوری نمیاد به شما پرامپت بده که من آمادم که برنامه‌تون رو اجرا بکنم، یه مدتی طول میکشه. اون زمانهایی که داره read only memoryش رو اجرا میکنه. به عبارت دیگه میره حافظش رو تست میکنه، حافظه یه read write memory که اصطلاحاً عامیانه میگن رم، اون رو تست میکنه، اطراف رو تست میکنه، ببینه کیبوردی داره، ببینه مانیتوری داره، هارد دیسک رو چک میکنه، تمام این چیزها رو چک میکنه و وقتی همه چیز انجام شد میاد به شما میگه که آماده است. حالا شما فرض کنید که یه برنامه برای توی مایکروسافت ورد میخواد یک نامه بنویسید. خب این نامه دیگه یه چیز جدیده. هر کلیدی رو کیبورد که شما فشار میدید باید بره توی
رید رایت مموری یه جای دیگه است. کارش با این رام تموم شده. ولی نکته این رام چیه؟ این فرض کنید که اگر ان ما باشه یه چیزی فرض کنید که برابر چه می‌دونم 14 تعداد دو به قوه ان خواهد بود دو به قوه 14 که دو به قوه 10ش که 1024 یک کی حساب میشه و در نتیجه این میشه 16 کی بایت. 16 کی بایت اگر در اینجا 14 بیت داشته باشیم. در واقع ببینید هر ترکیبی از اینجا که ما بذاریم یک بایت خاص در اینجا پیدا میشه که معمولاً ببخشید اون چه که سی پی یو داره اجرا میکنه، سی پی یو داره کارشو میکنه اینه که ببخشید اول سی پی یو میاد آدرس صفر رو میده، اون بایتی که در آدرس صفر وجود داره اینجا پیداش میشه، این میره سی پی یو اجرا میکنه، بعد بعدی 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 بعدی. نوع دیگر دید این قضیه چیه؟ این بیت خاص رو در نظر بگیر، یه بیت خاص اینجا اگر مجموعه آدرس همش صفر باشه یعنی بایت شماره صفر بیاد بیرون این بیت یه بیتیه، یه مقداری داره، اگر یک بیاد یه مقداری داره، اگر دو بیاد یه مقداری داره، همینجور این 14 بیت اندازه 16 که امکان داره که فرض کنی یه شمارنده وز کنیم به اینجا، اول محتوا صفر 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 صفره، بعد یک میشه، بعد دو میشه، بعد سه میشه، بعد همینجور تا 16 که همه رو میره. این بیت هم مرتب، همه این بیت ها، حالا من یه دونه رو به اصطلاح زیر ذره‌بین گذاشتم که برای شما شرح بدم، هر بیتی مقداری داره، صفر صفر یک صفر، مرتب تغییر میکنه. پس میتونیم این بیت رو یک تابع از 14 متغیر در نظر بگیریم. این توجه دارید دیگه، این یه تابع از 14 متغیر، پس مجموعه اینا هست 8 تا تابع از 14 متغیر، در حالی که یه حافظه هم هست، هر دو اینا یک حرف رو میزنن، یک چیز رو میگن. این حافظه هست چون در داخل کامپیوتر استفاده میکنیم، اول آدرس صفر رو بهش میدیم، اونچه که میاد اجرا میشه، آدرس یک اجرا میشه، آدرس دو اجرا میشه، از نظر ما میتونیم به این طریق هم در نظر بگیریم که اینا 8 تابع هست از 14 متغیر، هر کدومشون از 14 متغیر. به عبارت دیگه اشاره ای بکنم، اگر ما خودمون بخوایم 8 تابع از n متغیر، n های بزرگتر خیلی بزرگترش هم هست، درست بکنیم، خب خیلی راحت یک read only memory پر میکنیم. یکی دو نکته درباره read only memory، اون که در ابتدای رید اونلی مموری حتما باید یک دکودر وجود داشته باشه. دکودر رو من به این فرم میکشم، اینجا هم دی ای سی مینویسم، اینجا فرض کنید که شماره صفرش این یکش، اینم دو دو به قوه ان منهای یک، باید این خروجی دکودر وجود داشته باشه که بتونه بگه این بایت رو ببر در خروجی بذار، چون بنابر تعریف یک آدرس ما در ورودی اعلام میکنیم و بعد محتوای بایت اون آدرس میاد به خروجی و چیزی مسلمه به یه صورتی یه دکودری باید وجود داشته باشه که یکی یکی مین ترم ها رو به ما بده، یا به عبارت دیگه به ازای هر ترکیبی از ورودی یه بایت خاص رو و فقط یه بایت رو انتخاب بکنه و اونو بفرسته به خروجی. شما سوال دارید؟ خواستم بگم که چجوری
دور توان این حالت رو توی یه بایت جا میدیم؟ چون در نهایت دور توان 8 حالت رو میتونه برام فراهم کنه دیگه، یا مثلا این اون از 8 بیشتر میشه چیکار میکنه؟ ایرادی نداره، میتونه به فرم‌های مختلف تکراری باشه. اصلا این بیت میتونه تابع فرض کنید سه تا از این 14 تا باشه. شما 14 تا بیت ورودی دارید ولی این بیت خاص تابع فقط سه تاش، یا حتی سه تاش هم نه، تابع دو تاش، یا اصلا آبار باشه تابع یکیش. یعنی مثلا دو تا آدرس بهش بدیم که هر دو تا به یه بایت ختم بشه؟ هر دو به یه بایت ختم نشه، دو تا بایت مثل هم باشن در این بیت خاص. این یک تابعه، درست؟ این یک تابعه. و فرض کنید که دقیقاً صحبت شما رو من خیلی اغراقش بکنم، میگم اصلا این برابر آی صفر باشه، این آدرس، این آدرس ها آ صفر تا آ 13 دیگه، درسته؟ میشه 14 بیت. این بیت اصلا برابر آ صفر باشه. خب یک در میون صفر، یک صفر، یک صفر، یک صفر، یک خواهد بود، یک در میون. خب هست، به بقیه هم کاری نداره. به عبارت دیگه به ازای تمام ترکیب های اینای دیگه، این بیت هیچ کاری به اونا نداره، فقط تابع آ صفره. حالا میتونه تابع دو تا باشه، تابع سه تا باشه، تابع n تا باشه. مهم اینه که این به ازای هر ترکیبی از اینجا یه بایت خاص داریم. و این بایت، این ترکیب ها چقدر میتونن باشن؟ 256 تا، در حالی که این 16 کی هست. یعنی نسبت به 256 تا خیلی کمتره. پس حتما بایت های تکراری اون تو وجود داره، داشته باشه. از نظر ما اهمیتی نداره. خب فعلا این رو به همین طریق اینجا متوقف میکنیم. انشالله که براتون سال آینده سال خوبی باشه. من توصیه میکنم استراحت کامل بکنید و با روحیه و جسم شادتر و سرحالتری پروژه‌تون رو شما خودتون میتونید انتخاب بکنید. من هم یه سری پروژه پیشنهادی دارم که اعلام میکنیم رو کورسور. اگر شد، یعنی اگه در اینجا من اوایل هفته آیندم هستم، تونستید به نتیجه برسید، بیایید به من بگید. خودتون هم چیزی پیشنهاد بکنید، هیچ مسئله‌ای نیست. من در واقع نمونه هایی میدم که خودتون پیشنهادا رو سعی میکنم تو همین هفته بدم، اگه نشد اوایل هفته آینده، وگرنم که اگر مسافرتی بودید با ایمیل فقط به من خبر بدید که چی رو دوست دارید، به خاطر اینکه یه پروژه خاص رو به دو نفر نمیدم. به عبارت دیگه باید بگیرید. ولی بعضیا، البته تو درس مدار منطقی نه، تو درس ساختار بعضیا داشتم که یکی کارخونه پدر دوستش رو میخواست اتوماسیون براش بیاره، یه پروژه‌ای داشت، گفتن هیچ مانعی نداره. یعنی حتما لازم نیست که از این لیست پروژه، یه چیزی در حدی باشه که شما در واقع تمرینی یه مقدار هم عملی هم تئوری کرده باشی در طراحی. شد؟ بله، شنبه دیگه یه کمی زیادی بود برای کویز. خب ببرمید، خواهش می‌کنم.